بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به برنامه بعد از خبر خوش آمدید. مجمع دیپلماسی آنتالیا دومین نشست خودش را از روز جمعه گذشته آغاز کرد و دیروز یک شنبه هم به پایان رسید. در این نشست هیئتی از حکومت افغانستان هم شرکت کرده بود به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت. آنچه مورد توجه هست این است که اساساً حکومتی که تاکنون موفق به دریافت مشروعیت یا مجوز بین المللی برای رسمیت خودش نشده، به چه دلیل در نشست های مهم بین المللی دعوت میشه؟ از طرفی هم قطعاً این گونه نشست ها همراه است با تعاملات دو سویه مبنی بر انجام یا سپردن تعهدات متقابل و یا برآوردن توقعات و انتظارات طرفینی که در مذاکراتی که در آنتالیا صورت گرفت، مخصوصا در حاشیه این نشست، ملاقات ها و دیدارهایی که آقای متقی با دیپلمات های غربی و خارجی داشت، این موضوعات مطرح شده، از جمله آزادی پول های بلوکه شده افغانستان در امریکا و تلاش برای شناسایی رسمی حکومت افغانستان از طرف قدرت‌های غربی. در بعد از خبر امشب با استفاده از محضر اساتید ارجمند جناب دکتر محمد باقر سعیر، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل، و جناب دکتر محمد زلمی افغانیار، رهبر جریان همبستگی ملت واحد افغانستان، به واکاوی و حلاجی این موضوع میپردازیم. به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید. ما پرسش نخست بگونی در مقدمه مطرح کردم، جناب استاد سعیر در خدمت شما هستیم. چرا از حکومت طالبان در حالی که هیچ دولتی این حکومت را به رسمیت نشناخته دعوت میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما جناب افغانیار و تمام بینندگان بسیار خوب شما. ببینید، ما در دنیا دیپلماسی یا به صورت کل از نظر حقوق بین الملل شناسایی به دو شکل است: شناسایی رسمی و شناسایی عملی. بسیاری اوقات کشورها بنابر نزاکت هایی که از نظر حقوقی دارن، بنابر چالش هایی که از نظر افکار عمومی دارند، کشورها و یا حکومتها و یا رژیمها را نمیتوانند به معنای واقعی کلمه آنچه که حقوق بین الملل حکم میکنه به رسمیت بشناسند، یعنی به صورت رسمی شناسایی نمیشه. اما به صورت عملیاتی و به صورت عملی ارتباطات وجود داره، روابط وجود داره، داد و ستد وجود داره. مثلا یک مصداق بسیار بارزش در خاورمیانه اسرائیل است. کشورهای اسلامی به خاطر ترسی از افکار عامه مسلمان ها و ای که در جهان دنیای اسلام و در تاریخ سیاسیشان لکه ننگ بر پیشانی تاریخ سیاست خارجی و روابط دیپلماتیکیشان زده نشود، عملا به صورت رسمی یا به صورت سوری و مطابق به حقوق بین الملل اسرائیل به رسمیت نمیشناسن. اما شما میبینین دنیای از روابط، دنیای از داد و ستدهای تجارتی، اقتصادی، نظامی و استخباراتی بینشان در جریان است. یا مثلا در مورد مرزهای بین المللی، بعضی مرزها مثلا مرز دیورند از نظر ما مورد شناسایی قرار نگرفته، اما شما عملا میبینین به صورت عملی که شما از یک قسمت مشخص وقتی برین ویزال نیاز دارین، شما چک میشین، شما پاسپورت شما چک میشه. در مبحث افغانستان هم فعلا کلیت جهان در یک حالت معما و سرگیجه قرار گرفتن. از یک طرف بنابر امو معیارهایی که وجود داره و باید پوره شوه و تکمیل شوه و رعایت شوه، او تکمیل نیست، و از طرف دیگه خب لازم است با ملت 35 میلیونی تعامل وجود داشته باشد، داد وجود داشته، با توجه به ای که دو سال اخیر اقتصاد تمام جهان دچار صدمه بسیار بزرگ شد و از جمله اقتصاد کشورهای ضعیف، و افغانستان هم خب زیر خط فقر، 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن، و تحول سیاسی این حالت را چند برابر کرد. شما گزارش های متفاوت را از آدرس های متفاوت خواندین و شنیدین که مردم زیادی در
حالت تهدید به خاطر گرسنگی وجود داره. بله. یک از ضرورات و الزامات است. اما چطور مثلا در ترکیه و یا بعضی کشورهای مشخص طالبان یا حکومت دعوت میشه و در بعضی نشست ها دعوت نمیشن؟ یک سوال بسیار اساسی است. شما میدانید جغرافیای ما و یا موقعیت ژئوپلیتیک ما و از طرف دیگر تعارض منافع قدرت های منطقه و فرامنطقه که در داخل افغانستان شکل گرفته فرصت را برای همچو زمینه ها مهیا می سازه. ترکیه نهایت تلاش داره که نقش خود را در میان کشورهای اسلامی و در خصوصا در جغرافیایی که احساس میکنه میتونه منافعش تامین شوه زمینه سازی میکنه. یک رقابت بسیار تنگاتنگ در کلیت خاورمیانه و در میان کشورهای اسلامی بین عربستان سعودی، بین عربستان سعودی، بین ترکیه، بین قطر و ایران مصر. و مصر در جریان است. هر کدام از اینا تلاش داره خود دوم القرای جهان اسلام معرفی کنه و از طرف دیگر در بحث افغانستان ترکیه نهایت تلاش داره رقیبای منطقی خود را دچار به اصطلاح بازی برد باخت کنه و از همین خاطر است تلاش میکنه با حاکمیت این وجوده ارتباطات دیپلماتیک بیشتر داشته باشه، فرصت بیشتر بهشون مهیا کنه تا در آینده ها بتونه از این زمینه بهره های لازمه سیاسی و اقتصادی و استخباراتی خود ببره. قربان شما. لذا در حالی که خب همه میدانن و جهانان میدانن و افکار عامه واقف است که ظرفیت به اصطلاح مدعو بودن در همچون جلسات با توجه به اینکه سطح جلسات یک سطح بسیار بلند است، از رئیس ناتو گرفته تا وزرای خارجه اکثر کشورها در او دعوت است و از نظر ارزشی اگر بخوایم از نظر روابط بین المللی و از نظر دیپلماسی چه کنیم، یک از مجامع خوب دیپلماتیک خصوصا در بحث خاورمیانه است. قطعا همینطوره. سپاسگزارم جناب دکتر افغانیار. در این نشست اساسا در مورد افغانستان چی گفته شد و دنیا چه توقعات را مطرح کرد از حکومت افغانستان؟ در مقابل حکومت چه وعده هایی به اونا سپرد یا چه انتظاراتی که حکومت داشت از طرف دنیا برآورده شد؟ در مجموع تأثیرات نشست ترکیه بر افغانستان برای بهبود شرایط را چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت خدمت شما جناب سید گرامی. وعلیکم السلام. خدمت جناب سید سپ و سمیت رقی سلامی خوب داشته باشم. خدمت ملت افغانستان، چه کسایی که داخل افغانستان هستند و چه کسایی که بیرون هستند، امیدوار هستم شبها و روزهای خوشی را همراه اعضای فامیلشان داشته باشم. از حادثه لرزد به خود کاخ نشینان، ما خانه بودشان غم سیلاب نداریم. در سلسله یک مقوله است که میگن منافع مهم نیست، تعریف منافع مهم هست. امروز اگر نشستی در ترکیه انجام میشه، اگر نشستی در تهران انجام میشه، اگر نشستی در کدام کشور دیگر انجام میشه، به اساس تعریف منافع افغانستان نیست، به خاطر تعریف منافع خودشان هست. اگر امروز هم نشست ها صورت گرفته خوب هست، به اساس روابط دیپلماتیک و سیاسی رایزنی ها صورت بگیره به خاطر کشورهایی که در بحران هستند. اصل نشستی که در ترکیه در آنتالیا صورت گرفت به خاطر حمله روسیه به اوکراین بود که در پهلویش اجندای بحث افغانستان مطرح بحث شد. بله. وقتی که ما نماینده ویژه ردپای زلمه خلیلزاد ببینین، ادامه ردپای زلمه خلیلزاد تانویست است. طبعا اگر این را بیشتر ما کنجکاو بکنیم، برمیگردین به مدیریت امریکایی ها در تحولات سیاسی آسیای میانه. طبعا امریکایی ها برشان گفته که این موضوع را شما حکومت افغانستان را همراه خود داشته باشیم که ما به ادامه تحولات سیاسی آسیای میانه چطور به یک توافق سیاسی دیپلماتیک دست پیدا بکنیم که برای جامعه جهانی خاصتا اعضای ناتو هم او بیای قابل قبول باشه به خاطر منافعشان. اگر به واقعیت رئیس جمهور ترکیه، وزیر خارجه ترکیه بر مبنای تعاملات فکری و به خاطر آرامش بخشیدن مملکت افغانستان میخواهد چنین اقدامی را انجام بده، آیا جمع کثیری از رهبرای سیاسی افغانستان ماها نیست که در ترکیه حضور دارند و از همون راه دور هم میگن که مبارزه ما ادامه داره؟ جبهه های جنگ بر ما جور میکنن، نمیتونن سوار بشونه بگن شما چی میکنین؟ 20 سال خود در جمهوریت بودین، 20 سال قبل هم در جنگ های دیگه بودین، صاحب بلند منزل ها و خانه ها و همه چیز شما شدین، اما امروز وقتی که از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب افغانستان جنگ نیست، شما چی میکنین؟ خب پس برمیگرده، اگر ما ببینیم به صورت غیر مستقیم ترکیه هم عضو ناتو هست و سالها هست که کوشش میکنه خود بتونه به رسمیت ببخشه در ناتو، که صدرای چطور آب شوه یخها،
طبعا این نشست ها را زمانی که ترکیه عضو رسمی ناتو هست ولی میخواد عضو اتحادیه اروپا شود. ببخشید عضو اتحادیه اروپا شود و سالها میشه کوشش را میکنه. خب طبعا زمانی که مامو خط سیر و مبنای دیپلماتیک آمریکایی ها برش میگه که شما در این نشست هم از افغانستان داشته باشید شما دعوت میکنن به عنوان میزبان. اما این مهمترین است این است که مو یخهای سیاسی که فراروی حکومت افغانستان هست امارت اسلامی او آب شود. خب ببینین اتفاقا آقای متقی هم در گفتگویی که در حاشیه این نشست داشت خیلی خوشبین بود به این که حکومت طالبان توفیق داشته که در برقراری روابط با کشورهای مختلف جهان دستاورد داشته باشه و موفقانه عمل بکنه. این آیا به این معناست که حکومت طالبان نزدیک میشه یک گام به شرایطی که به رسمیت شناخته شده از طرف قدرت‌های بزرگ جهان؟ اگر ما مبنای به رسمیت شناختن مد نظر بگیریم روزی که حاکمیت جمهوریت ادامه داشت و نماینده های امارات اسلامی آمدند در دوحه ششتن و همون معاهده را امضا کردند با آمریکایی ها و آمریکایی ها در افغانستان برآمد همون روز مشروعیت سیاسی بخشیدن به امارات اسلامی طالبان بود. اما این که خط و سیر آن به شکل دیگه به خود گرفت و مدیریت را که باید زلمه خیلزاد انجام میداد بر مبنای ایجاد یک حکومت تعاملی که در او حکومت امارت اسلامی هم باشه و جمهوریت هم باشه و افراد و اشخاص دیگه هم باشه با رفتن اشرف غنی از افغانستان معادلات فکری و کاری از او به هم خورد. وقتی که در آمدن امارات در افغانستان حاکمیت گرفت و ارگم به خدمتشان شد صدراتم به خدمتشان شد طبعا خارجی ها نتونستن که خواسته های خود را اعمال بکنن برایشان چی خواسته های مشروع و چی خواسته های غیر مشروع خوده و هفت معاملت افغانستان و حکومت فعلی افغانستان را با چالش های سیاسی مواجه ساختند، با فشارهای اقتصادی مواجه ساختند و بر از او هم یک راه را ماندن که چطور باز تعامل سیاسی برقرار شود. این همین نشست ها برقراری روابط دیپلماتیک را می خواهند داشته باشند همراه حکومت فعلی که امارت اسلامی هست که احساس یخها مفیما بین آب شود یخهای سیاسی و بتوانند به یک تعامل برسند. چرا که موضوع با اوکراین یک موضوع بسیار حساس است در آسیای میانه. طبعا اروپایی ها امریکایی ها می خواهند که در افغانستان هم بعضی مسائل رو اعمال بکنند. خیلی سپاسگزارم. و از طرفی ببخشید و از طرفی هم که امیرخان متقی سرپرست وزارت داخله ببخشید وزارت خارجه گفت که ما شش جن و صحبت کردیم با جهان تعامل میکنین صحبت ها به می اساس است. شما شنیدین که گفتن که در ماه حمل تمام مکاتب دخترانه و پوانتون ها هم در معارف افغانستان و هم از تحصیلات عالی باز میشه. آیا این تعامل با جامعه جهانی نیست؟ و از طرفی میگن حقوق زنهای افغانستان، معلمین افغانستان چطور در حکومت سهیم باشند که با بالای لیست کار میکنن که در ماه حمل یسار بتونن چند صد نفر از خواهران افغانستان از اوار در مراجع بالا داشته باشند در وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی در بخشای دیگه. طبعا امروز افغانستان وقتی تعامل میخواد با جامعه جهانی باید خواسته های مشروع ملت خود را و جامعه جهانی را قبول بکنه. اما خواسته های نامشروع را باید به سمت ملت افغانستان برسانند. دقیقاً. جناب دکتر سعید از نظر کارشناسان آنچه در مجمع دیپلماسی آنتالیا به نفع حکومت افغانستان تغییر کرده این است که دیپلمات های مختلف غربی به ندرت به موارد حقوق بشری در کابل اشاره کردند. حتی توییت هایی که آقای توماس وست فرستاده ویژه آمریکا منتشر کرد هم بسیار با احتیاط بود و یک تغییر رویکرد محتاطانه را ما در لحن و محتوای توییت های ایشان می‌دیدیم. آیا اتفاقی افتاده در افغانستان؟ مثلا ما به لحاظ حقوق بشری و مسائلی از این قبیل دیگر نگرانی نداریم یا جهان این نگرانی را نداره؟ یا اساسا قرار است که جهان به نوعی با حکومت موجود کنار بیاید؟ یک نکته را فراموش نکنیم، بسیاری از ارزش هایی که به ما ارزش فهمانده شده و من حیث شعار لیبرال دموکراسی بوده متاسفانه تا به حال او من حیث یک وسیله یا یک ابزار فشار برای کشورها و برای رژیم ها و برای حکومت ها تبدیل شده. ایالات متحده امریکا و تمام کلن غرب من حیث یک تمدن غربی از بحث حقوق بشر، بحث حقوق زنان بیشتر استفاده ابزاری میکنن تا معنای واقعی کلمه از او حمایت کنن. نمونه های زیاد وجود داره بعد از جنگ دوم جهانی و تشکلات مختلفی که در غرب شکل گرفت
به خاطر فشار دادن، به خاطر اسقاط، به خاطر از اینکه یک نظام سیاسی، یک حکومت و یک رژیم مطابق میلشون رفتار کنه، یکی از ابزارهایی که میشه به او شلاق زده شده و عبارت بحث حقوق بشر است. دیروز در عربستان بیش از 88 نفر اعدام شد. حالا باید نهادهای غربی و رسانه‌های غربی سر و صداش تمام دنیا رو میگرفت. متوجه شدین؟ دقیقاً. شما میبینید بسیار گزینشی بر خورد صورت میگیره. در یک جای حقوق بشر هست، اگر همین 88 تا اعدام در چین میشد، شما باز میدیدین که سر و صدای رسانه‌های غربی و سیاستمداران غربی و نهادهای غربی گوش عالمیان را کر میکرد. گزینش برخوردها گزینشی و برخوردها کاملا فرمایشی و مبتنی بر منافع است. در بحث حقوق بشر، بحث حقوق زنان و تمام ارزش‌هایی که من حیث ارزش‌های لیبرال دموکراسی بر جهان عرضه میشه، من فکر میکنم که چیز خاص تغییر نخورده، بلکه منافع در حال تغییر است. دیدن که هیچ راه چاره وجود نداره، خواسته هایشان به گونه از گناه ها رد میشه و داده هایشان زیاد مورد قبول قرار نمیگیره، لذا مجبور هستند که از طرف دیگه خب قدرت های دیگه مثل چین، مثل روسیه نشان دادن که در مقابل غربی ها هیچ گونه تحمل و طاقت ندارن و غربی ها فهمیدن که در جهان باید چگونه رفتار کنن. حمله روسیه بر اوکراین بسیاری از پیام های کلان رو بر غرب صادر کرد و غرب به تعبیر عامیانه دست و پای خود رو جمع کرد. حالا من فکر میکنم با توجه به تعقیبی که به اصطلاح کارمندان سابق دولتی میشه، با توجه به اینکه افراد ملکی بدون کدام به اصطلاح تعقیب قضایی و اینا کشته میشه و به اصطلاح زندانی وجود، زندان کردن وجود داره، منتقدین سیاسی بدون کدام مسئله زندان میشه، اینا کلش موارد است که میشه از نظر حقوق بین الملل و از نظر مسائل حقوقی نقض حقوق بشر خواند. اما خب فعلا اویی که تعریف حقوق بشر میکنه، منافعش تعریفش متفاوت شده در جغرافیای بنام افغانستان و از طرف دیگه چاره ای نداره که به اصطلاح بدیل تعریف شوه و به دنبال بدیل باشن، مجبور هستن بسازن. و از بسیاری از چیزهایی که مثلا در مورد عربستان سعودی، در مورد بحرین، در مورد امارات، در مورد همون کشورهایی که باشن زی منافع هستن و یا منافع مشترک دارن چشم پوشی میکنه، همونطوری که در مقابل قتل و اعدام 88 نفر در عربستان چشم پوشی میکنه، بسیار موارد دیگه هم در افغانستان و جاهای دیگه هم میتونه قابل چشم پوشی باشه و زمانی میتونه بحث حقوق بشر مطرح باشه که مثلا کره شمالی باشه و او کسی که علیه ایالات منافع کلی ایالات متحده امریکا چالش ایجاد میکنه، ایران باشه که به خاطر از اینکه علیه منافع امریکا در خاورمیانه چالش ایجاد میکنه، چین است، چین باید بحثی موارد نقض حقوق بشر سالانه از طرف وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در موردش گزارش تهیه شود، چون تلاش دارن چین در نظر افکار عمومی یک نظام ناقض حقوق بشر جلوه بتن. اینا متاسفانه برخوردهای گزینشی است و بحث حقوق بشر، حقوق زن و آزادی و امثال هم تماما در این مدت نشان داده قدرت‌های غربی که هیچ چیزی نمیتونه باشه جز ابزار به خاطر فشار دادن نظام‌های سیاسی و رژیم‌هایی که مطابق میلشون در عرصه نظام بین‌الملل رفتار نمی‌کنه. جناب دکتر افغانیار، در حاشیه نشست مجمع دیپلماسی آتلانیا یکی از اتفاقاتی که افتاد و برای مردم افغانستان هم نوید بخش است این است که به گفته آقای امیرخان متقی توافق شده با فرستاده ویژه آمریکا که 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان که در امریکا آزاد شده به نام کمک به مؤسسات خیریه دادن نشود که از او مجاری بخواهند این پول را مصرف بکنند، بلکه مستقیما باید به حکومت افغانستان سپرده شود. با توجه به شرایط موجود و با توجه به عهد شکنه هایی که ما از امریکا سراغ داریم، فکر میکنیم که این توافق امکان عملیاتی شدن داره؟ بله، امریکایی ها مکلف هستند که این کار را بکنن و میکردن. اگر در این بحث ماهای اول حاکمیت امارات بودیم، موضوعات بسیار داغ بود و در این بحث گفتیم که امریکایی ها آهسته آهسته این کار را میکنن و هدف اصلی بلاک کردن پیسه هم به خاطر این بود که کدام روز یا بتونن روابط دیپلماتیک خود با حکومت افغانستان داشته باشند.
و امروز که زمینه ها مساعد شده و این نشست ها شده و این کار را میکنن. اگر در افغانستان حاکمیت ها به گفته های ملت خود نمیکنن و از مردم مشوره نمیگیرن، اما در حکومت های غربی او اساس حاکمیتشان بر مبنای رأی مردمشان هست. وقتی که مردم جامعه جهانی از طریق مطبوعات داخلی، از طریق مطبوعات بین المللی میبینن که در افغانستان بیشتر از 20 میلیون ملت افغانستان با فقر مواجه هست، خب هم برای حکومت های خود فشار میارن. وقتی که امریکایی ها در افغانستان 20 سال حضور داشت، 2.2 تریلیون دلار مصرف کرد در افغانستان، 10 میلیارد دلار که مربوط به ملت افغانستان میشه چرا بلاک شوه؟ اگر موضوع قرامت مطرح بس می باشه، وقتی که امریکایی ها در بمباردمان های کور ده ها هزار نفر از افغان ها را شهید ساختن، اوها را کی جوابگو هست؟ لانه و معاون کسایی که مدیریت میکنن جنگ ها را مشخص نبود. آنچه شما میفرمایید درست است، منتها ما در نه در افغانستان نه در نظام بین الملل قدرتی نداریم که امریکا را در قبال جنایاتش در افغانستان پاسخگو بسازد. ما فراتر از قدرت، قدرت الهی هست. امریکایی ها هیچ وقت فکر نمیکردن که از افغانستان اوها به این شکل برایند. آیا اوها فکر میکردن که با حضور 20 ساله در افغانستان 150 هزار نیروهایشان و 47 کشور داخل افغانستان باشند، روز آمده بودن شاید افغانستان برایند اوها؟ این فکر نمیکردن اوها. و اوها این فکر میکردن که روسیه بیاید به اوکراین حمله بکنه؟ این فکر اوها نمیکردن. اوها میخواستن که میدان جنگ های نیابتی در افغانستان باشه. امروز میدان جنگ های نیابتی در اوکراین شد، که هم روس ها اعلام میکنن که بیان همراه ما کمک بکنین و هم اوکراینی ها اعلام میکنن در قبال پیسه مشخص، در مقابل یک اعلان مشخص. اما ملت همیشه در صحنه ما اوجا حضور پیدا میکنن. اگر چنین توافقی صورت گرفته باشه، در ازای دریافت چه امتیازاتی از طرف امریکا از حکومت افغانستان صورت او وضاحت را آیستا آیستا بفکر کنیم که تعاملات سیاسی و روابط دیپلماتیک افغانستان با جامعه جهانی و واز شدن سفارتخانه هایشان مشخص شود. و امید بی داریم که جناب سرپرست وزارت خارجه جناب امیرخان متقی در رابطه با این موضوعات و صحبت های کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه، به وضاحت به سمع ملت افغانستان برسانه که در این نشست ها که همراه وزرای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه دیدن و این برنامه و صحبت هایشان چی بود، اوها چی خواستن و حکومت افغانستان بر از اوها چی وعده سپرد، آیا در راستای حفظ منافع ملی افغانستان هست یا بر مبنای تعریف منافع و باورهایی هست که در حکومت داری مطرح بحث شده. ای آیسایس مشخص میشه انشالله. سپاسگزار هستم جناب دکتر سعیر. آقای امیرخان متقی گفت که ما شبیه دولتی که به رسمیت شناخته شده با جهان تعامل داریم و در همین نشست ترکیه هم با مقامات و دیپلمات های مختلف غربی ملاقات های صورت گرفته بین اونا و هیئت افغانستان. پرسش این است که آیا در نهایت می توان نتیجه گرفت که دومین مجمع دیپلماسی آنتالیا سکویی برای رسیدن حکومت طالبان به پول و مشروعیت است؟ ما بارمند استم که با وجودی که مجمع دیپلماسی آنتالیا اهمیت خود نظر دیپلماتیک داشت، اما به هیچ وجه و به هیچ تعبیر نمیتونه سکو و یا زینه باشه یا پله باشه به خاطر رسید به رسمیت. ما باورمند هستم با توجه به شناختی که جهان از افغانستان داره، با توجه به شناختی که کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و فرامنطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی از افغانستان داره، بحث رسید به رسمیت شناسی افغانستان یا رفتن این بحث به طرف یک مسئله حقوق بین الملل نیاز به رعایت بعضی از نزاکت ها داره که من فکر میکنم شروع و ابتدایش از شکل گیری یک حکومت همشمول فراگیر با قاعده های وسیع است. جهان میدانند که حکومت تقومی در افغانستان دوام نمیاره، همونطوری که سالهای سال دوام نیاورد. حکومت تقومی خود به خود باعث میشه که جنگ های داخلی و منازعات داخلی و قومی و مذهبی شکل بگیره و یک چیز بسیار واضح است. ولذا رعایت این مسائل و نزاکت ها در داخل میتونه موجبات و یا ایره بگم سکوی برای رسیدن به مشروعیت بین المللی باشه. با وجودی که سرپرست وزارت خارجه استدلالشی بود و توجیهشی بود که در پنل یک صحبت میکردن که ما از تمام تیف ها نماینده داریم و از همه ولایت و از همه جغرافیه افغانستان، اما من فکر میکنم ما مردم را نباید منطقش را زیر سوال ببریم و افکار عامه را به سخره بگیریم. همه میدانند که شما از یک پیاده دفتر گرفته تا وزیر یک وزارت را
به یک زبان صحبت میکنه، از یک قشر، از یک تیف است، و این برای اقوام دیگه شاید به خاطر ملاحظات فضای اجباری سیاسی که وجود داره فعلا صدای مخالف بیرون نشه. ولی خب در آخر جامعه شناسی سیاسی و تاریخ سیاسی ملت ها امیر میگه در هر جای قدرت وجود داره و قدرت میخواه بلا منازع بر اتفاق متفاوت فشار به حرکت های زیرزمینی آغاز میشه. این حرکت های زیرزمینی آسیب کلان را در یک وقتی به ثبات سیاسی و امنیتی میزنه. لذا من فکر میکنم که درست است مجامع بین المللی برای منافع خود زمینه و فرصت میسازه، اما واقعیت امری است که ما باید از داخل سکوهای پرواز رو به سوی برسمت شناسی آغاز کنیم. اگر با این تیف بوریم و با این فکر و با این نوع دید و با این شاکل و ساختار حرکت کنیم، من فکر میکنم ما به منزل مقصود نمیرسیم. درست از کشورهایی که منافع خود در همچک حاکمت تعریف کرده احتمال داره به سلاب پروبال بته به ما و یا زمین سازی بکنه، دیپلماسی بکنه، رایزنی بکنه، ولی من فکر میکنم منتج به نتیجه واقعی نمیشه و او ثبات سیاسی که مردم افغانستان به دنبالش است در پی این رسمت شناسی به این شکل یا به تعبیر عامیانه کلاه گذاشتن و عذاب گذاشتن به دست نمیه. جناب دکتر افغانیار، شما در این مورد چی فکر میکنید؟ در راستای موضوعات ملی افغانستان باید حکومت مردها، چه کسایی که در گذشته بودند و چه کسایی که فعلا در ارک و در صدارت حکومت میکنند، همیشه گفتیم که نباید در افغانستان روابط قومی، سمتی، گروپی، نژادی، مذهبی مطرح بحث باشه. باید به اساس یک تعریف واحد از منافع ملی حکومت ساختارهایش ساخته شود که در این ساختارها مردم افغانستان از اسلام قلعه تا به ترخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز باید سهیم باشند. اگر ما پایه های حکومت داری را بر این مبنا حکومت بکنین، این مطمئن باشین که اگر تمام دنیا هم یک طرف شوند نمیتونن این پایه های حکومت داری را او از بین ببرن. و اگر بر او اساس نباشه و تعهد و تخصص مطرح بحث نباشه، ما دیدیم جمهوریت هم با مصرف 2.2 تریلیون دلار و حضور 47 کشور کمتر از یک ماه تمام زیرساخت ها از بین رفت و ملت افغانستان خسته از جنگ شده بودند، آمدند دروازه ها را باز ماندند برای امارت اسلامی، گفتند بیاین شما حکومت را به دست بگیرین که ما خسته شدیم. امیدوار به این هستیم که تاریخ افغانستان مورد مطالعه قرار بگیره، بر رهبرای سیاسی افغانستان دیگه اجازه ندن که افغانستان با جنگ و خونریزی و با نابرابری ها همنوا باشه. بیاین دست به دست هم بدن، اتحاد بکنن، اتفاق بکنن، به خاطر افغانستان و به خاطر منافع ملی خود یک حکومت با پایه‌های بسیار مستحکم بسازیم ما که مردم افغانستان در او حکومتداری خود را ببینن. انشالله. خیلی سپاسگزارم. انشالله. فرصت تمام است. خیلی بهره بردیم از محضر هر دو سال ارجمند. خداوند به شما خیر و برکت بده. سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه و همینطور از همراهی شما بینندگان ارجمند با برنامه بعد از خبر که فکر میکنم آخرین برنامه ما در سال 1400 هست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.